الظن بالله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين. گمان به الله متعال، نوع گمانی که انسان به الله متعال داره بر دو قسم هست. القسم الاول ان يظن بالله ظن السوء نسأل العافية والسلامة، هذا ظن الذين كفروا وظن اهل النفاق. نوع اول بدگمانی به الله متعال هست که صفت و ویژگی اهل نفاق و همچنین صفت و ویژگی کافران هست. القسم الثاني ان يظن بالله سبحانه وتعالى ظن الحق، ان يظن بالله خيرا. نوع دوم ظن و گمان نسبت به الله متعال، ظن و گمان نیکوست، خوشگمانی به الله متعال. هذا ظن المؤمن الموحد. این صفت و ویژگی مؤمن موحد هست. نعم. اذا ظن بالله سبحانه وتعالى غير الحق نصر عافه السلامه فقد وافق اهل الكفر اهل النفاق نصر عافه السلامه. اگر ظن و گمانش به الله متعال به ناحق و نادرست باشه، او ظن و گمان اهل نفاق و اهل کفر رو در پیش گرفته. لابد ان يظن بالله سبحانه وتعالى ظن الحق، ان يظن بالله خيرا فيما يختص بنفسه. لذا باید به الله متعال ظن و گمان نیکو داشته باشیم و این ظن و گمان حقی است که صفت مؤمنه و این به خود ما برمیگرده. یعنی یحمد الله سبحانه علی قضائه و قدره. بدین سان که انسان الله متعال رو بر قضا و قدر حمد و ستایش بکنه. یحمد الله علی النعم. الله متعال رو بر نعمتهاش سپاسگزار باشه و حمد بگه. یصبر عند الابتلاء. در هنگام سختی ها و آزمون های الهی صبر و شکیبایی پیشه بکنه. نعم و كذلك فيما يختص بغيره، يعني الله سبحانه وتعالى قدر على فلان من الناس حصل له حادثه يقول هذا الخير. و همین رویکرد رو و همین شکل گمان رو در رابطه با دیگران هم داشته باش که اگر به عنوان مثال برای شخصی اتفاق ناگواری افتاد، این گمان رو داشته باشه که همین خیر او بوده. لا يظن بالله الا الحق الا الخير. به الله جز گمان نیکو نداشته باشیم. اظن بنفسه السوء. نه اینکه در باره الله گمان بد داشته باشیم، بلکه گمان بد درباره خود ما باشه. لا يغتر بنفسه. و به خودمون فریفته نشیم. يدرس الاسماء والصفات ويثني على الله سبحانه وتعالى. توحید اسما و صفات رو یاد بگیره و الله متعال رو آنگونه که شایسته است بر اساس اون ثنا بگه. لان بعض الناس يظن انه يعني ناقص الحظ، كان ينبغي ان يكون اعلى من هذا وما نال هذه المرتبه. هذا سوء ظن. برخی از مردم به اسم بدشانسی خودشون رو بدشانس میدونن، بدین شکل که به عنوان مثال میگه که من باید همچین جایگاه و موقعیتی رو میداشتم و چون بدشانس بودم، با بدگمانی نسبت به الله متعال اعتراض میکنه که چرا به فلان جایگاه و موقعیت نرسیدم. او مثلا ينظر الى فلان من الناس يقول لماذا هذا يمرض، لماذا هذا لا يكون مثلا امام. نعم. یا در نگریستن به مردم و با نگاهی که به مردم داره میگه که چرا این مریض میشه یا چرا فلانی موقعیت و جایگاه یک پیشوا رو پیدا میکنه. هذا الذي قدر الله سبحانه وتعالى هذا رجل هذا من الله ولا ياتي من الله سبحانه وتعالى الا الخير. وضعیت و موقعیتی که اون شخص در اون قرار گرفته همه از سوی الله متعال هست و همین یعنی گمان نیکو داشتن به الله متعال. هل يمكن ان نكون ارحم بالخلق من الله سبحانه وتعالى؟ آیا امکان داره که ما نسبت به خلق الله متعال از خود الله مهربان تر باشیم؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. هرگز، بلکه الله متعال رحمان هست، گسترده مهر هست، رحمتش گسترده است، رحیم هست، مهربان و مهرورز هست. اذا لا بد ان نحسن الظن في الله. لذا باید به الله متعال گمان خوب داشته باشیم و به خودمون خوشگمان نباشیم، به قضا و قدر راضی باشیم، تحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى، به اجر و پاداش الهی امیدوار باشیم، تدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه والله اعلم، و از الله متعال عفو و عافیت رو بخواهیم.